سال عزیز سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم به مراسم امشب حضورتون رو خیر مقدم عرض میکنم کار مهمانان عزیز امشب برای من در مفهوم دقیق افتخاری پر اندوهه امیدوار بودم در مراسم متفاوت برای جشن متفاوت در اینجا جمع بودیم ابعاد فاجعه پرواز 752 و دردی که دادخواهان این فاجعه هر روز و هر ساعت تحمل کرده و میکنند و روی دیگر این فاجعه که شقاوت رژیم در حمله به هواپیما و دروغ و ریا و تأخیر و تعلل در پذیرفتن مسئولیت و تندر دادن به دادخواهی برحق این خانواده ها همه به گمان من دست به دست هم داده و فاجعه را به نوعی اسطوره بدل کرده شاید شبیهش رو تنها در اساطیر بخونه ولی در هر اسطوره ستم پیش از همه بر سنگ سنگین است کسانی که در فاجعه را زیستند و دو نفر از مهمانان امشب ما از جمله اون کسانند و نفر سوم راوی پرتوانی است که به شرح و ضبط ابعاد تا انسانی فاجعه مدد رسانده به روایت عنوان یکی از این دو کتاب کاشکی این کتاب را هرگز نوشته نمی‌شد تجربه یکی از مهمانان گوشه ای از ابعاد فاجعه را برای من به شکلی شگفت‌انگیز و غم‌آور روشن کرد دیشب که بخت دیدارشان و دیدار همسرشان را داشتم سرکار خانم آزاده هیدرپور یکی از مادران داغدار فرمودند پس از آن فاجعه هرگز تا دیروز نتوانسته بودند سوار هواپیما بشوند از سه روز پیش که به فکر جمع و جور کردن چمدانشان آغاز کردند دلهره و اشک دائم همراهشون بود بالاخره تصمیم گرفتند برای همه مادران داغدار به این جمع بپیوندند از شنیدن این داستان و از غمی که در چشمشان دیشب بود شرم کردم از دکتر اسماعیلیون شنیدم که در این جمع ما در این جمع داغداران و دادخواهان مادران سهمی عظیم و پرقوت داشتند تعجب هم نیست هم داغشان سنگین تر است و هم همسو با زنان ایرانی که جنبش زن زندگی آزادی را رقم زدند درایت و دلیری آنها هستگی نشکستنی است دکتر حامد اسماعیلیون مهمان دوم برنامه ما در مقام یک شخصیت اجتماعی مستقنی از معرفی است در کار دادخواهی مرگ همسرش و دختر 9 سالش نقشی بی بدیل داشت با آنکه در این ماه‌ها مورد حملات به غایت زشت و قبیح قرار گرفت وقار و سرافرازی خود را و سکوت دندان شکنش را هرگز وا نگذاشت سویه کمتر شناخته دکتر حامد اسماعیلیون نویسندگی ایشان است نزد کسانی که قصه و رمان فارسی را دنبال می‌کنند آثار متعدد ایشان که بسیاری از مهمترین جوایز ادبی کشور را به خود تخصیص داده همیشه شناخته شده بود ما که بخت دعوت ایشان را برای معرفی این آثار داشتیم از نزدیک به غنای این آثار پی بردیم اگر به سایت دانشگاه ما مراجعه کنید متن اون جلسه و صحبت‌های به غایت جالب ایشون در مورد نویسندگی قابل دسترسی است مهمان سوم برنامه ما هم در دوباره مفهوم دقیق مستقنی از معرفی است نویسنده ای است توانا و صاحب سبکی ویژه و برجسته جسارتش در طرح مسائل زندگی به خصوص زندگی زنان و مردان بخشای از ایران آنچنان که هست نه آنچنان که دلمان میخواهد باشد تراوت زبانش در شرح قصه گونگی آثارش ابتکارات سبکیش او را به یکی از برجسته ترین زنان و شاعران قصه نویس معاصر ما بدل کرده
در این حال معلمی توانا در کار تدریس قصه نویسی است و چون سابقه تحصیل روانشناختی داشته به گمانم میدانست که نوشتن درد بخشی از فرایند درمان درد است و به همین خاطر به دادخواهان کمک کرد که قصه هاشان را بنویسند و به ما کمک کرد که به مدد خواندن آنها گوشه ای از ابعاد این درد را دریابیم. مهمانان ما به جلسه خواهند آمد، هر کدوم سخن صحبتاشون رو خواهند کرد، بعد پشت میز خواهند نشست، البته اونجا اون رو بعد خواهیم داشت، بلندگو خواهد بود که میتونید یکی یکی لطفا در صف بایستید و سوال هاتون رو مطرح بکنید. خوش آمدید. از دیدار همه شما خوشحالم. با کارهای نکرده بکن، راههای نرفته برو، جاهای ندیده ببین، حرفای نگفته بزن. با این شروع میکنیم. این در واقع اصول زندگی من بوده و اصول کلاسایی که داشتم. ولی حالا بریم ببینیم که این اصول چه تأثیری روی نوشتن کتاب به کیف که رسیدم زنگ میزنم داشت و چجوری کلاس ها تشکیل شد و این کلاس ها کلاس خاطرات نویسی بود یا کلاس یا کوچینگ بود. همه ماجرا از این شروع شد که مرسا شیرعلی، مسئول کلاس خاطرات نویسی استرالیا، یه پیام به من داد که منظر نوشته بود براش. سلام خانم روانیپور، من مادر چهار جان باخته هواپیمای اوکراینی هستم. سهن دخترم عاشق مطالعه نوشتن و نوشتهای شما بود. ما مادران داغدار یک گروه هستیم که می‌خواهیم از بچه‌هایمان بنویسیم. چگونه می‌توانیم از کلاس نویسندگی آنلاین شما استفاده کنیم؟ لطفاً یا خودتان یا در ایران کسی را معرفی کنید. بی‌نهایت سپاسگزارم. وضعیت من در اون روزا اینجوری بود. اولاً 2020 بود و کرونا همه جا بیداد میکرد. کلاس های خاطرات نویسی داشتم در سراسر دنیا و داشت تمام میشد. دیگه تصمیم داشتم کلاس ها رو بذارم زمین و یک کتاب بنویسم، کتاب خاطرات نویسی بنویسم، چگونه خاطراتتون رو بنویسیم در باره خاطرات نویسی. و یه رمان داشتم به نام فرشته روی زمین که درباره وقایع دهه 60 بود و اون چه بر سر در شیراز میگذشت و یه ذرم درباره خانواده خودم بود. ولی موندم. بعد از این مدتی به مرسا گفتم اصلا نمیشه، من برنامه‌ام اینه. اما شب که میرفتم میدم اعصاب ندارم، اصلا نمیتونم نفس بکشم، چه برسه که بیخیالش باشم. به خودم گفتم این همه خانواده تو تنها موندن، کسی کمک نکرد، بدبختی کشیدی. من یادت نیست که سوم برادرت قسم خوردی که کمک کنی به مردم، الان کجا داری میری؟ بالاخره گفتم مرسا بیا، نمیشه، من نمیتونم، این کار خیلی سختیه. ولی هممون با هم مثل این اسبه باید تو آتش بدویم و بریم ببینیم میتونیم اصلا کاری بکنیم، چون خیلی سخت. و بهشون بگو لطفاً که خودشون رو آماده کنم برای کلاس. فکر کردم که خب مرسا خیلی شکننده است، از آلکس خواستم بیاد و سرگروه بشه. بهش گفتم که یک کاور صفحه فیسبوکی درست کنه و یک کاور درست کرد. یه زنی بود کنار دریا داشت با مایو داشت به افق نگاه میکرد. گفتم این چه کاوری درست کردی؟ این حسرت زندگی رو تو دل آدم ها زنده نگه میداره. ما بخواهم اصلا حسرت نباشه، حسرت رو کم کنیم، رنج رو کم کنیم. این کاور رو انتخاب کردم، بهش دادم، گفتم آلیس جان این رو انتخاب کن. بعد قرار شد که بچه ها فیسبوک داشته باشن و همه ملحق بشن. تعداد برنامه کلاسم بهشون گفتم و اونجا بود فهمیدم که من اینجا اصلا معلم خاطره نویسی نیستم، که من اینجا یه رهیابم، من کوچم، منطقه پرشین کوچ، یه کوچ فارسی، کوچ ایرانی، نه یه کوچ آمریکایی، با همه دردایی که داره. و فکر کردم که در واقع این بچه ها اومدن به من یه جوری اومدن که
من راهیابشون باشم و یعنی خب همینجا میشین بری حتی با یک کتاب خوندن میشه بفهمی که چجوری میتونی خاطراتتو بنویسی. اما فکر کردم چه کسی میتونه جز مرغ افسانه ای روی خورنگه های آتش دوام بیاره. فکر کردم از این بچه ها میشه مرغ افسانه ای درست کرد. بعد فکر کردم از یک ثانیه شروع کنم. اگر روزی یک ثانیه من ذهن این دوستان رو فارغ کنم از خودشون و از اینکه چرا اومدن پیش من و چی میخوان از من و چی برشون گذشته، روز دوم بشه دو ثانیه، روز سوم بشه همینجور زیاد بشه، شاید بتونم یک کاری انجام بدم. یعنی من باید این بچه ها رو از جهنم دانته در میآوردم، میذاشتم تبدیلشون میکردم به یه آدم عادی و از یه آدم عادی اگه میخواستم تبدیل میشدم به یه مبارز. اسم اولین جلسه رو گذاشتم جلسه آشنایی، میخواستم بشناسمشون کیا هستن، اینا مذهبی هم چپ هم راست هم به چه چیزی اعتقاد دارن. و بعد اونجا لباس سفید پوشیده بودم که بخشی از دستم پیدا بود، صبر و زندگی، حیات و زندگی، حیات و صلح. و ما همش حواسم بود که حتی یک کلمه اضافی نگم یا یک کلمه ناجور نگم، اصلا میمیک صورت، تون صدا، تکرار، که باید مراقب همه اینا میبودی. تمرین هایی که با خودم اون جلسه اول کلی پوست نارنگی و پرتقال رو برده بودن، اینو فشار میدادن و اگه اعصابم راحت بشه و بعد این بویی که پخش میشد باعث آرامش میشد. در طول ماجرا تمرین، در طول کلاس که 2.5 ماه طول کشید تمرین های زیادی دادم، ولی اولین تمرین این بود که اولین عکسی که نظرتون رو جلب کرد فردا برین و بگیرین برای من بیارین. میخواستم ببینم که هر روز، روزی یک عکس، اول روز بعد دو عکس، بس میخواستم ببینم که اینا به چه چیزایی فکر میکنن، چه چیزایی نظرشون رو میگیره که بر طبق این اون عکس ها برم جلو. از خودم و تجربه که خانوادم داشت خیلی استفاده کردم. بهشون گفتم که گلکاری، جمع کردن برگا، انقباض کهکشانی، نوشتن روزی یک صفحه خاطرات، ولی اصلا تاکید نکردم چون می‌دونستم اینا اصلا نمی‌تونن خاطرات بنویسن. بعد اول یه جوری یه چیزایی عوض بشه. ارتباط با بچه گروه‌های متفاوت غیر از سیاسی، گروه سیاسی و مذهبی نه، گروه های انسانی، کمک های خیریه. فقط میخواستم این کار رو بکنم که اینا احساس کنن میتونن کاری کنن، هنوز با این که در درون متلاشی هستن میتونن کاری کنن. بهشون گفتم ما باید از کوه کاه بسازیم. خب از گذشته خودم خیلی استفاده کردم و چیز عجیبی که بود کشف دوباره صحنه هایی بود که من در زندگی داشتم و فراموش کرده بودم. اولین جلسه بود یا دومین جلسه، همینجور که این بس میبینی یهو مثلا ساکت میشد، بعد همه با هم گریه میکردن. از درون متلاشی بودن، اوائل میخواستن خودشون جلو من بگیرن، بعد دیگه خلاص شدن. تو یکی از جلسات من صحنه بچگیم یادم من که با کشتی پدر بزرگم رفتیم بیبی حکیمه برای زیارت، دوچار طوفان شدیم. صدای خالو میپیچید، اوی شرا 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 خم خم بعد این دریا و این موج و اینا، بعد اینا رو میدیدم تو کشتی هستن. باور کنید چندین بار همینجوری حیازر نه در خواب این اومد سراغ من و من همه چی فکر میکردم من ناخدای این کشتی هستم، نباید با هم غرق بشیم. جلسه دوم بود، یه روز صبح بلند شدم توی رو کاناپه با اون یادداشت های فراون دهیش هست، دیدم بابک اینجوری داره نگاه میکنه. بابک همسرم گفت به فکر خودت باش. گفت همچی؟ گفت تو مدت یه موهاتو تو خواب میبافی. اصلا نمیدونستم که من موهامو دست دادم همه اینجا قلوم به قلوم به قلوم بشده. اصلا نمیدونستم برای چی دارم موامو میبافم. آخرای کلاس بود که متوجه شدم. و باز این یکی از اون صحنه‌ای بود که خیلی فراموش کرده بودم اصلا. و یادم رفته بود.
وقتی برادرم کشتن مادرم قلیون رو میکشید آتیش روشن میکرد با دست آتیش رو میگرفت رو سر قلیون میذاشت و نمیفهمید دستش میسوزه. منم بزرگسال نگاهش میکردم نمیتونستم کاری کنم. تو خواب خودم رو تبدیل کرده بودم به بچه. وقتی این قلیون میکشید من پشتم رو میکردم بهش که گیسم رو ببافه و قصه برام تعریف کنه. بعد خودم گیس خودم رو میبافتم و برای خودم قصه میگفتم جای اون. اینم یک کشف عجیب و غریبی بود. یکی کفش دوزکه برگشت یه تمرینی بهشون داده با غذا بپزین، غذایی که قبل از 20 سالگی دوست داشتیم، هنوز حتی ازدواج نکرده بودیم. برگشت به گذشته دلنشین بود که هنوز هیچ فجایعی اتفاق نیفتاده بود. وقتی منو گرفتن، من هیچ کاره بودم واقعا، بردنم یه جایی که زندان نبود. میدونستم این زندان نیست. چون در رو باز کردن من سرم زیر میگفتن چاری یه سنگ بارک میکرد بارس میکرد. بردنم تو اون اتاق داخل اتاق پنجره رو بسته بودم، باغ مصادره ای بود. چون من یه کفش دوزک دیدم و اون کسی که میومد تو پاش گلی بود و بگ چسبیده بود به پاش و این منو میبرد به گذشته دلنشینم که هیچ چیزی از این اتفاقات نیفتاده بود. به بچه‌ها گفتم غذا رو، عکس غذاهاشون رو نشونتون میدم که آهنگ بذارین غذا بپزین اینا، و شاکار بود اون جلسه. مسئله بعد آنتیگونه است. تمام زندگیم فکر میکردم که دلم بخواد آنتیگونه رو بازی کنم، نقش آنتیگونه. بعد سرنوشت برادر جلو من گذاشت که نذاشتن خاکش کنیم، میخواستیم ببریمش دریا بندازیمش. بالاخره با بدبختی خاکش کردیم. و وقتی این کتاب رو داشتم مینوشتم، وقتی رسیدم به آخرش که آنتیگونه، یو این اومد فصل اومد بالا، گفتم با نوشتن این کتابه که این ماجرا تموم میشه و من دیگه میل ندارم که نقش آنتیگونه رو بازی کنم. از تمرینایی که دادم برگ یه واش سخت میگرفتن بهشون، برگای متفاوت رو میرفتن جمع میکردن، شکلای متفاوت، رنگای متفاوت، درخت میکاشن، بعد گلدون میکاشن که، و گفته بودم که اینا در طول زمان ازش عکس میگیرن و همین نقصا تو گروه چاپ میشد. یه چیز دیگه رنگا بود. یه دوره دیگه گفتم هر جا رنگ دیدین هر چی قشنگ بود عکس بگیریم. می‌خواستم از خودمون بیایم بیرون دیگه. اگه غصه نخوریم. بعد سنگا بود. یه روزی گفتم باید بریم سنگ جمع کنیم. حالا یه چیزی یادم میاد. لیلا بود تو شیراز، گفت روز بعدی که بعد از کلاس تو، وقتی من مادرم رو دیدم که تو حیات داره بجم میکنه، زانو زدم و شکر کردم که این چجوری اومد بیرون از چیز، از اتاقش، و چجوری داره بجم میکنه، چجوری داره سنگ جم میکنه، چجوری داره عکس میگیره. این یه تیکه کوچیکی از این عکس هاست، ولی این عکس منو اذیت میکنه بابا. این عکس خیلی منو اذیت میکنه. این که دوتا سنگ میبینین بهشته رفته بود، هم اذیتم میکنه هم خوشحالم. رفته اون سر قبر دخترش عکس گرفته بود از این دوتا سنگه. وقتی این به من گفت سر قبر دخترم، گفتم خدایا من پس این کار داره نتیجه میده. این سر قبر دخترش حواسش بوده که کوچش چی گفته، رهیابش چی گفته. او یکی باید بیاد، خیلی چیزم، یکی باید بیاد این سفر رو چیز کنه. دستم میلرز بجوری. اینو بسنید اگه میشه. ببینید من تقریبا جلسه چهارم رو شروع کردم براشون خاطرات، اصول خاطرات نویسی رو گفتم، برای که آماده نبودم. ولی تو جلسه دوم براشون گفتم یا سوم گفتم ببین ما خاطراتمون رو می‌نویسیم، همه ما خاطراتمون رو می‌نویسیم، نه برای خودمون. ببین خیلی از سیاره ها، ستاره ها میلیون ها سال پیش متلاشی شدن، نورش الان به ما میرسه. کتاب خاطرات نویسی ما اینه.
این نور میرسه به اونایی که در آینده میان و اینو میخونن. تمریر خیلی زیاد بهشون میدادم. یکی از تمریرهایی که خودم و خانوادم با خواهرام میکردیم میخواهیم زنده بمونیم. وقتی دوچارمون همه بدبختی بودیم گفتم بچه ها کی میخواد زنده بمونه؟ همه دستاشون غیر از دو نفر یا یه نفر بعد شد اول دو نفر بعد گفتم کی میخواد زنده بمونه؟ گفتم همه با هم داد بزنیم میخواهیم زنده بمونیم، میخواهیم به هر قیمتی زنده بمونیم و زندگی کنیم. دیگه جلسه چهارم تمرکز بچه ها زیادتر شده بود و دلشون میخواست داستان بخونم و من شروع کردم از اصول تازه خاطرات نویسی صحبت کردن، ستینگ و ترنینگ پوینت و این حرف ها، فلش بک و فلش فیکشن. براشون اون موقع بود گفتم یه چیز شاد بنویسیم، یه خاطره شاد از بچه‌تون بنویسیم. و مریم یکی از بچه‌هایی بود که آخر سر میبینید که تو جلسه که آلکس داره میخونه که چجوری شده، ولی تا جلسه چهارم هیچی ننمشته و خیلی بعد یکی تبدیل شد به یکی از بهترین نویسندگان گروه. لیلا هم نمیخواست، میگفتم برای پرنده ها دور بده، میگفت نه کرنه هست آشقال هم اینجوری 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 بهانه میورد. خیلی بعضی وقتا بهانه میوردن و من جلو بهانه هاشون بالاخره یک چیزایی میذاشتم. یکی از تمرین های دیگه این بود رنگین کمان بسازین از رنگ هایی که دم دستتون. من یادم میاد که خوابگاه دانشگاه تهران بودیم، خوابگاه شماره 5، یه عده دختر بودیم شروع کردیم شال بافتن. از اون دخترها دو تاشون کرد بودن، یکی 16 سالش بود، اسم ژیلا. من اسم این تمرین رو گذاشتم ژیلا، اعدامش کردم بیاد اون این تمرین رو دادم. دیگه حالا شروع میکنیم آروم‌تر صحبت کردن راجع به چیزای طبیعی صحبت کردن. جلسه پنجمه و حرف تهیجی نمیزنم، بچه ها شروع میکنن خاطراتشون رو خوندن و به تدریج جوری میشه که با هم رقابت میکنن و یه جوری میشه که من میگم که باید قبلش حتما ثبت نام کنید که کی میخواد خاطرات بخونه. اینا مهمه. اینم لازم نیست بگم چون وقت ندارم. تو جلسه هفتمه که من بهشون میگم مثلا صحبت درماندگی میکنیم که با یه سیستم جبار چجوری آدم ها رو درمانده میکنه، یعنی وادار میکنه که احساس کنن که درمانده اصلا کاری ازشون نمیاد. حالا چماق آبرو داریم، چماق امر به معروف و نهی از منکر داریم، خیلی از این چماقا یه آزمایش بسیار معروف، یک اینا رو همشون مفصل تو کتاب نوشتم. این فارسیشه، چند نسخه انگلیسیش هم داشتم که اینجا گفته بودن که نسخه فارسیش هم میارن، نمیدونم، همینا رو مفصل نوشتم. جلسه هشتم جلسه خیلی خوبی بود و واکسن کرونا کش شده بود و هواپیمای آمریکایی داشتن میرفتن ایالت‌های متفاوت که واکسن بدن و ما خیلی حالمون خوب بود. بچه ها همپای آلکس میخوندن، خوشو بش میکردن، لباس ها عوض شده بود. از جلسه هفتم بچه ها لباس های شیکتری میپوشیدن، حتی دیدم یکی دوتاشون گوشواره دارن. بعد اصلا مریم نمیدونی از این داستانه عجیب و غریب مینوشت که اصلا ربطی به چیز جریان هواپیما، این داستان نوشت به اسم کنیزو، گفتم اوه این داستان هم من نوشتم و خیلی بچه ها اصلا فرق میکردن. یعنی اگه دو تا اینا رو میذاشتم جلو باور نمیام، خودم باور نمیکردم از اینجا از این نقطه رسیدیم به این نقطه. بعد به منظر ازش خواهش کردم این کلاس ها رو ادامه بده، این دوره دور هم دیگه جمع بشن خاطراتشون رو بنویسن. یه دوره دیگه هم البته من براشون گذاشتم و کتابایی رو بهشون معرفی کردم و همین الان هم با خیلی هاشون در تماس هستم. اینم غذایی که گفتم بپزن، این غذا گفتم غذایی بپزن مال موقعی که هم 20 سالتون بود، هنوز حتی ازدواج نکرده بودین، دوست داشتین، آهنگی بذارین که و یه روز اینجوری آهنگ غذا همیشه من قبل از 20 سالگی و خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. حالا
یک دستیار من آلکس خیلی به من کمک کرد. ببینید جملات دارکوبی مجبور می شدم به کار ببرم. من یه جا 40 روز مخفی بودم به لحاظی و می رفتم اطراف می گشتم. یه درخت خیلی گردوی تنومندی بود. یه روز که رفتم تو میدونگاهی دیدم یه حفره تو این تنه به این درخت اینجوری 100 ساله درست شده. گفتم از کجا اومده دیشب تالا دیروز تالا با همونه. بعدش با من گفت این کار کار دارکوبه. دارکوب هم برای خودش خوبه هم برای درخت. میاد سراغ درخت گردو اینقدر میزنه که حشرات داخل درخت رو بکشه بیرون. خودش زنده میمونه. بعد گیاه چیزم درخت هم چیز میشه فرش میشه. خب من تمام این نوارا رو که بچه‌ای که اینجا مردم پیاده کرده میدونی 500 دفعه یه جمله رو گفتم، 300 دفعه یه کلمه رو گفتم و کارمون این بود رو چهره ها نگاه کنیم ببینیم چه کلمه رو چه چیزی اثر میذاره. خب بعد وقتی میپکیدم من و درمانده میشدم و نمیدونستم کاری کنم یهو الکس شروع میکرد به ترانه خوندن و تمام فضا رو عوض میکرد. این یکی از اون یه چند تکه از دوره دومه که گرفتیم و اینجا ازش تشکر میکنم واقعا. من میذارم و از شما میخوام که اینو گوش بدین. این موامو بعد موامو چیدم برای که گیسش نکنم دیگه. موامو امشب بعد من از تو هم مایه ناز. امشب بعد من از تو هم مایه ناز. یا رب تو که دیده صبح در چاه انداز. صبح و به مشرق برگرد ای ظلمت شب. با من بیچاره بساز امشب شب من تابه. بیمم را میخواد اگر خواهد طبیبم رو میخواد. کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی وی باشد و می باشد و می باشد و وی. او گه لب می بوسد و گه من لب وی. او مست و زمی گردد و من مست و زمی. امشب چب مهتابه حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خواهد خواهد رو میخوام. خواب از تو بیدارش کنی مست از تو حوشیارش کنی. گویید فلونی اومده یار جونی اومده اومده حال کن احوال درموی تو سفید روی تو دمینم برگرم شب محتاب با امید دیدار دو هفته دیگه. هرچی میخواین تو صفحه بنویسین. مراقب خودتون باشین این یادتون نره. مرسی سلام عرض میکنم. مرسی ممنون خانم روانیپور عزیز از گزارش خیلی مبسوطی که دادیم در مورد این کلاس. تشکر میکنم از آقای دکتر میلانی و مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد و همه شما عزیزان که تشریف آوردین امشب. من قرار در مورد کتاب نباید نوشته میشد صحبت کنم و بعد از من خانم حیدریپور که یکی از این خاطره ها رو نوشتن بخش خودشون رو خواهم خوند. اگر که فرصت داشته باشم سعی میکنم خیلی کوتاه
یکی از بخش‌های خیلی کوتاه اینجا هم بخونم. من در مورد انجمن پرواز PS752 گفتم کمی توضیح بدم. میدونید که در 18 دی ماه 1398 پرواز PS752 5:15 صبح قرار بود از فرودگاه تهران برخیزد و بعد از 4 ساعت خورده‌ای در فرودگاه کیف به زمین بشینه. و خب 57 تأخیری که هیچ وقت مشخص نشد اتفاق افتاد و بعد از اون در ساعت 6:12 پرواز بلند شد و 3 بعد به پرواز شلیک کرد. 3:42 طول کشید از شلیک اول تا هواپیما در شاهد شهر تهران به زمین خورد و متاسفانه تمام 176 سرنشین اون و کودکی که به دنیا نیامده بود کشته شدند. خب خیلیاتون حتما تمام ماجراهایی که بعد از این پرواز گذشت رو دنبال کردید، ولی مسئله اصلی برای خانواده ها پیدا کردن حقیقت و اجرای عدالت بود و هست. در اپریل 2020 ما البته از روزهای اول در خانه های همدیگه جمع می شدیم و تا بدونیم چه میشه کرد. تقریبا 1-2 ماه هم گذشته بود که خب خیلی از پیکرها طول کشید و فکر میکنم دست کم 1 مورد حتی بیش بعد از 40 اتفاق افتاد که بتونن پیکر عزیزانشون رو به خاک بسپارن. در یه شرایط غیر عادی همه به سر میبردیم. و حالا در اپریل 2020 13 نفر از خانواده ها انجمن خانواده ها رو ثبت کردند و ما 3 ماه بعدش اولین انتخابات رو برگزار کردیم. یک روند کاملا دموکراتیک در انجمن خانواده ها تا امروز طی شده. 9 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره هستند که هر سال 3 نفر از این افراد در واقع دوباره انتخاب میشند، یعنی انتخاباتی برگزار میشه و این نهاد هم چون در کانادا ثبت شده خب حالا به هر دلیلی اکثریت هیئت مدیره در واقع ساکنین خارج از کشور هستند، ولی بسیاری از اعضای این انجمن که نزدیک به 140 جانباخته را نمایندگی میکنند در ایران هم زندگی میکنند. الان در حال حاضر با تمام تغییر و تحولات که انجام شده به جز من، آقای کوروش دوستشناس، خانم شهناز مرتب، خانم نواز ابراهیم، خانم امینه، آقا بالی، آقای جواد سلیمانی، آقای امیرعلی علوی، خانم عظمت اجدری و آقای نیما نیستانی 9 نفر اعضای هیئت مدیره هستند. کوروش دوستشناس که الان سخنگو هست و نواز ابراهیم هم پرزیدنت انجام هست. در این نزدیک به 4 سال خب کمپین های بسیار زیادی رو ما دنبال کردیم. من خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم برای اینکه خب خیلیاتون احتمالاً دورا دور فعالیت های انجمن خانواده ها رو دیدید. یک چیزی رو فقط میخواستم که با قطعیت بگم که خب ما برای فعالیت هامون همیشه به مردم نیاز داشتیم، چه در تظاهرات، چه در پتیشن ها، کارزار ها و چه در حتی تهیه منابع مالی. انجمن خانواده های پرواز در واقع تکای اصلیش به مردم بوده. هیچ کمکی تا به امروز از هیچ دولتی نگرفته و تنها کمکی که یک بار یک مبلغ بسیار ناچیزی برای یکی از سالگردها دولت کانادا اون بخش PS752 که در وزارت خارجه هست به انجمن کمک کرده. یعنی کاملا یک نهاد مستقل و مردمی سعی کرده باقی بمونه و در واقع به هیچ قدرتی وابسته نباشه. اما راه حقیقت و عدالت برای ما گزینه‌های مختلفی وجود داشت برای اینکه بفهمیم دقیقاً در اون صبح چه اتفاقی افتاد و چگونه عدالت اجرا میشه. یکی از راه‌ها دادگاه در ایران بود، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی. 103 نفر از خانواده ها شکایت کردن در ایران. یعنی وقتی من میگم 103 نفر، یعنی اگر پدر شکایت کرده و مادر جدا، همه رو یک نفر حساب بکنید، به نمایندگی از تقریبا حدود 50 نفر از مسافران پرواز. و البته به این معنا نبود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو برای اجرای عدالت قبول داشتند، به این معنا بود که میخواستم ببینن آیا بخشی از حقیقت در این روند مشخص میشه یا نه. نهایتا بعد از نزدیک به فکر کنم 3.5 سال
خودتون میدونید دادگاه‌ها در ایران در یک ماه جوان‌هایی که پارسال بودن گرفتن و اعدام کردن، در 60 روز، در 70 روز دادگاه محسن شکاری و مجید رضا رهنورد و بقیه، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و سه نفر دیگری که در اصفهان بودن، همه رو میدونید در چه زمانی اعدام کردن. ولی نزدیک به 3 سال و نیم طول کشید و در این دادگاه‌ها که متاسفانه خب همه در پشت درهای بسته برگزار شد، به خانواده‌ها بسیار اهانت کردن، بی احترامی کردن، اجازه ندادن هیچ کدوم از متهمین رو ببینن، متهمین رو در ردیف جلو می‌نشوندن و سه ردیف پشتش مقامات امنیتی، در واقع مقامات امنیتی می‌نشستن و در فضای بسیار پرتنش این دادگاه‌ها برگزار شد تا نهایتاً خانواده‌ها در بهمن ماه سال گذشته تصمیم گرفتن دادگاه رو ترک کنن و گفتن ما اون رو به رسمیت نمی‌شناسیم. بیش از 70 نفر از خانواده‌ها نامه جمعی نوشتن و گفتن ما این دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسیم. این مسیر دادگاه در ایران بود. هیچ کدوم از کشورهای درگیر رو هم دعوت نکردن، یا اگر کردن سعی کردن که به صورت جداگانه باشه که در واقع فاصله بندازن بین کشورها. گزینه دومی که وجود داشت دادگاه‌های ایالتی در خارج از کشور بود. اگر یک وقت خبر احکامی در واقع گفته میشه در مثلا کشوری مثل کانادا، این رو خانواده‌های به صورت فردی انجام دادن. کاری که انجمن دنبال می‌کرده به هیچ عنوان دنبال غرامت نبوده و حقیقت و عدالت براش مسئله اصلیه. انتخاب خانواده‌ها بوده که هر کس اگر می‌خواد از مسیری که فکر می‌کنه درسته این مسیر رو طی بکنه، ولی در نهایت چیزی که برای انجمن مهم بوده کمپین بزرگتری بوده که تا دولت‌ها رو مجبور بکنه که حقیقت و عدالت رو دنبال بکنن. بنابراین میرسیم به 4 گزینه بعدی که برای ما وجود داشت. پرونده جنایی در اوکراین و کانادا برای ما بسیار مهم بود. متاسفانه کانادا هیچ وقت اقدام نکرد پلیس فدرال که پرونده جنایی باز کنه. در اوکراین یک پرونده جنایی هست که اون هم با شرایط جنگ الان هنوز هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته. اون رو به هر حال ما همچنان داریم دنبال میکنیم و سعی میکنیم هر چند وقت یک بار با این دو نهاد مسئول در کانادا و اوکراین تماس بگیریم، ولی متاسفانه پیشرفتش خیلی خوب نبوده. سه راه دیگه دیوان بین المللی کیفری، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان جهانی هوانوردی یا ایکائو بوده. در دیوان بین المللی کیفری خود انجمن شکایت کرده یک سال و یک ماه گذشته بدون حمایت دولت‌ها، نامه حمایت دولت‌ها، این مسیر بسیار سخت پیش خواهد رفت و این روند تصمیم‌گیری البته بسیار کنده در اون دیوان، ولی خود ما به صورت مستقل این کار رو کردیم و هنوز هم به دولت‌های متضرر در واقع تاکید می‌کنیم که در حمایت از خانواده‌های انجمن نامه بنویسن، که هنوز این اتفاق رخ نداده. ولی دو مسیر دیگر رو دولت‌ها دنبال کردن. دیوان بین المللی دادگستری در 3 جولای امسال، تقریبا 4 ماه پیش یا 5 ماه پیش، پرونده از سوی 4 کشور ثبت شده. حدود 1 ماه پیش دو طرف این در واقع شکایت در پیش دادگاه در واقع قاضیان در لاهه حاضر شدند و الان میدونید که دادگاه لاهه بسیار سر شلوغ است به خاطر مسائل متفاوت، اوکراین، جنگ در واقع اخیر در اسرائیل و در فلسطین و مسائل دیگه، ولی ما هنوز منتظریم که زمان اعلام بکنه که هر طرف دعوا چقدر زمان احتیاج داره برای طرح دعواش. احتمالاً 9 ماه رو اعلام بکنن، ولی ما داریم از 4-5 سال زمان حرف میزنیم که ابتدا باید 4 دولت متضرر دعواشون رو مطرح کنن و بعد وقفه خواهد بود تا جمهوری اسلامی بیاد و دفاع بکنه از خودش. در پرونده در سازمان جهانی هوانوردی هم به احتمال زیاد تا قبل سالگرد 4 در همین 1-2 ماه آینده ثبت خواهد شد. در اونجا احتمال زیاد جمهوری اسلامی صلاحیت سازمان ایکار رو زیر سوال خواهد برد، ولی روند کار فکر میکنیم به اون شکل پیش خواهد رفت که از اونجا هم باز پرونده به لاهه ارجاع بشه. یعنی از دو جهت، از دو سوی متفاوت به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه پرونده ارجاع خواهد شد. و امکان آخری که البته وجود داره، یک دادگاه صالح و بیطرف در
تهران در ایران هست، اون چیزی که واقعا میتونه خانواده ها رو به عدالت برسونه. برای همین انجمن خانواده ها تمام این مسیرها رو در سالهای گذشته پیگیری کرد. من این رو خلاصه گفتم برای اینکه بگم با اینکه هدف اصلی ما حقیقت و عدالت بوده، ولی ثبت وقایع و باقی گذاشتن آن چیزی که گذشت و بر خانواده ها رفت، شبیه آن چیزی که خانم روانیپور توضیح دادند، برای ما بسیار مهم بود. حالا انجمن سعی کرد در واقع با کمک یکی از روانپزشکان در تورنتو، خانم دکتر کوهن، جلسات مرتبی برای خانواده ها ترتیب بده. میدونیم که بسیار سخت و بسیار کار دشواری برای خانم دکتر و همچنین برای خانواده ها بودیم مسیر، ولی خب برای کاری بود که از ما پیش و از ما برمی اومد. دولت کانادا سعی کرد، یعنی عملاً کمک بسیار مهمی نکرد در زمینه کمک روانی به خانواده ها. من میتونم مثال بزنم، در پرواز MH17 که بسیاری از هلندی ها در این پرواز بودن، 5 سال چند دانشگاه اومدن و وضعیت روانی خانواده ها رو تحت نظر گرفتن. ولی خب در کانادا این مسئله فکر می‌کنم بسیار تازگی داشت و قربانیان تروریسم خب به هر حال در اروپا بسیار بیشتر هستن در کانادا. یه جوری به عهده خانواده‌ها افتاد که از همدیگه مراقبت بکنن. خب بعد از اینکه در کلاس‌های خانم روانیپور شرکت کردن و حاصلش کتاب به کیف رسیدم زنگ می‌زنم بود، مادران با من تماس گرفتند و خیلی براشون سخت بود و شاید هنوز هم براشون سخت هست که در واقع در بیشتر براشون آسان‌تره که با هم باشند، یعنی یک فضایی که خودشون حضور دارند و خیلی راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار بکنند و در واقع قصه هایی که نوشتن یا خاطراتی که نوشتن رو بخونم. من از امیر حسین یزدان‌بود خواهش کردم، نویسنده ایرانی که در آلبرتا زندگی میکنه، و ما 2 نفر سعی کردیم در همین فضایی که خانم روانیپور توصیف میکنند که هنوز فضای اشک و گریه هست، هنوز هست، بعد از همین 2 هفته پیش ما یک جلساتمون رو برگزار کردیم، باز هر کس که خاطره ای رو میخونه برمیگردن همه به روز اول و خیلی چیزا تغییر کرده. خیلی هاشون تبدیل به مبارزانی در واقع با پشت کار شدند، ولی باز نمیشه فراموش کرد که چه اتفاقی افتاد و اون بخشی از کار ما بوده در کلاس های خاطره نویسی. کتاب نباید نوشته میشد، فکر میکنم 24 تا اگر اشتباه نکنم از خاطرات مختلف از ایران، در داخل ایران و خارج از کشوره، و من فقط یکیش رو خیلی سریع یعنی کوتاه میتونم بخونم که خانم فریما ارسلانی نوشته به اسم خاطره ها. مادر امین ارسلانی، مادر بزرگ کردیا، کردیا کوچکترین در واقع خردسالترین مسافر پرواز بود که 18 ماهش بود. در سفری از کانادا به ایران به یک عروسی دعوت شده بودیم. با امین و همسرم به عروسی رفته بودیم. اوین چیزی رو از من پنهان نمی کرد. در شلوغی عروسی من گفت مامان، جان دلم، یه پسر اونجا نشسته و همه حواسش اینجاست. اوی جون چشم بازه، اینجا هم عروسیه، تو هم زیبایی و آدم نمیتونه چشمهاش رو ببنده. بعد از عروسی در فاصله رفتن ما به طرف ماشین، آن پسر سری خودش رو به اوین رسانده بود و شماره تلفنش رو در کیف اوین انداخته بود. به خانه که رسیدیم اوین کیفش رو باز کرد. مامان، یکی شماره تلفنش رو انداخته توی کیف من. اهمیتی نداره دخترم. مدتی بعد برای خرید به یک طلافروشی رفته بودیم. باز هم آن پسر را دیدم. اوین بیرون را تماشا میکرد و آن پسر داخل طلافروشی را. نمیدانم چه اشاره هایی به هم میکردند. شب که شد گفت مامان، من با آن شماره زنگ نزده بودم. امروز جلوی طلافروشی دوباره اشاره کرد که زنگ بزن. من هم امروز زنگ زدم. پسر خوبیه. پسر مؤدبیه. عروسی ها و حضور آن پسر تکرار شد. پسری که دیگر میدانستیم اسمش هیواست. شهر ما شهر بزرگی نیست و همه هم دیگر رو میشناسند. از اینکه هیوا رو در عروسی دیگری میدیدم تعجب کردم، اما گفتم شاید سرنوشت طوری رقم خورده تا اوین و هیوا دوباره هم دیگر رو ببینند. رقص کردی شروع شده بود. اوین و دوستش به جمعی که در وسط میرقصیدند پیوستند. ناگهان هیوا از جایی پیدا شد و دست اوین را گرفت تا با هم برقصند.
همسرم گفت این کیه؟ این پسری که دست اوین را گرفته کیه میکنه و میرخصه؟ گفتم جوانن، میرخصن، بگذار برخصند. آشنایی آنها هر روز بیشتر از پیش شد تا روزی که من و اوین در طبقه بالای یک پیتزا فروشی نشسته بودیم که صدای قدم‌هایی آمد که به ما نزدیک میشد. هیوا بود. سلام کرد. بعد پرسید اجازه هست بشینم؟ گفتم بشین پسرم. کمی حرف زد و بعد از کلی این پا هم پا کردن گفت من برای اولین بار عاشق شدم. همون اولین باری که تو اون عروسی اوین رو دیدم دلم رفت. اگه اجازه بدیم پا پیش بذارم و همراه خانواده بیام خواستگاری. گفتم اشکالی نداره. برای روز خواستگاری اوین و هیوا خودشان هماهنگی کرده بودند و به خانواده ها گفتند که چه روزی را قرار گذاشتند. اینطوری خواستگاری انجام شد و عقد و ازدواج در سال 2012 انجامید. عروسی قشنگی بود. بعد از عروسی هیوا در ایران ماند. من و اوین به کانادا برگشتیم و وکیل گرفتیم تا هیوا به همسرش بپیوندد. اوین هم درس می‌خواند، و هم کار می‌کرد. برای آوردن هیوا هم پشتیبانی مالی لازم بود، هم پرداخت مالیات. برای همین اوین هم در یک شرکت مخابراتی کار می‌کرد، هم درسش را ادامه می‌داد. آوردن هیوا 9 ماه به درازا کشید و عاقبت انتظار آنها در فرودگاه تورنتو تمام شد و به هم پیوستند. اوین کارمند بانک بود که کردیا به دنیا آمد. یک سال و نیم مرخصی گرفته بود. شبی که کردیا به دنیا آمد همه در بیمارستان بودیم. اوین به من و هیوا گفته بود باید صورتی بپوشید، صاحب یک دختر میشویم. برای چهارمین بار مادر بزرگ شدم. در تولد یک سالگیش ایران بودم و نتوانستم بروم. حسرتش به دلم مانده است. دایی ها اما سنگ تمام گذاشتند. قرار بود تولد 2 سالگیش را هرگز از دست ندهم. اوین، هیوا و کردیا به ایران رفته بودند تا در مراسم عروسی برادر هیوا شرکت کنند. عروسی تمام شد. یک هفته گذشت. بنا بر رسم و رسوم من عروس و داماد را همراه با خانواده هیوا دعوت کردم. 12 دی ماه هم تولد اوین بود. من و هیوا قرار گذاشتیم اوین را سورپرایز کنیم و برایش کادو بگیریم. هیوا کیک سفارش داد و من هدیه ها رو خریدم. حضور آنها مایه دلگرمی بود، اما عمر سفر کوتاه است و 2 روز به 18 دی ماه راهی تهران شدند. هیوا چمدان‌ها رو در ماشین برادرش گذاشت. بلند شدم و صبحانه آماده کردم. موقع خداحافظی اوین من رو بوسید و بویید. گفتم اوین جان من که 1 ماه دیگه میام پیشت. چشمانش جوری پر اشک شد که من هم به گریه افتادم. رفتند. قرار بود من هم همراهشان بروم، اما بلیط پیدا نکرده بودم. اوین مرخصی نداشت و باید برمیگشت. من 1 ماه دیگر میرفتم. در مسیر با هم تلفنی حرف می زدیم. برادر هیوا به شوخی به اوین گفت شما مادر و دختر کی از هم سیر می شید؟ اوین گفت هیچ وقت. در راه گفت مامان امروز خوابیدی؟ گفتم نه، من روزا نمیتونم بخوابم. گفت لااقل برو پتو رو بردار و یه نگاهی به تختت بنداز. من رفتم پتو رو که بلند کردم دیدم عروسک کردیا رو زیر پتو گذاشته بود. گفتم اوین این عروسک رو چرا اینجا گذاشتی؟ گفت مامان از این به بعد با این عروسک بخواب. یک دفعه دلم لرزید. گفتم شوخی قشنگی نیست، این رو نگو دیگه، این رو تکرار نکن. صبح 18 دی ماه یک دفعه از خواب پریدم. فکر کردم خون دماغ شدم. دستانم رو جلوی صورتم گرفتم و به دستشویی رفتم. دیدم خون نیست. گفتم خدایا این دیگه چی بود؟ صورتم رو شستم و به اتاق برگشتم. ساعت رو که نگاه کردم درست 6:20 بود. 6:20 بود. دوباره خوابم برد. بعد از چند روز پیکرها رو آوردند. از همسرم و برادر هیوا امضا گرفته بودند تا صندوق‌ها را باز نکنند. نوشته بودند پیکر متلاشی شده. اوین کامل بود و متلاشی نبود، ولی تابوت کردیا خالی بود. یک کفن و پلاستیک و پلاستیک و پلاستیک. جلوی اسم هر 3 نفر شهیده نوشته بودند. حتی نمی‌دانستند هیوا اسم پسر است. روی صندوق‌ها پرچم جمهوری اسلامی را زده بودند. همانجا فریاد زدم این پرچم‌ها را بردارید. پرچم قاتلان نباید روی این پیکرها باشد. لعنت خدا بر همشون. کسی که دستورش را داد و کسی که اجرا کرد. خیلی ممنون. سلام خدمت همگی. خیلی خوش اومدین و ممنون از وقتی که گذاشتین و اینجا همه جمع شدین. ممنونم که خیلی ممنونم از دانشگاه استنفورد که امروز به من این شانس رو داد که اینجا باشم و بتونم در مورد کتابی که واقعا با هر لحظهش ما زندگی کردیم بتونم صحبت کنم.
امروز من اینجا هستم نه از اینکه خودم رو معرفی کنم به اسم آزاده هیدریپور. امروز من اینجا هستم با عنوان مامان امیر که توی هواپیما بود. پسری که من بهش افتخار میکنم و شاهد بودم که چطور از یه پسر کوچیکی که خیلی آروم بود به یه پسر 21 ساله تبدیل شد و من توی چند دقیقه از دستش دادم. امیر تنها فرزند ما بود و تنها آرزوی ما بود، تنها چیزی بود که من و همسرم میتونیم بگیم تنها دارایی با ارزشمندی که توی زندگی داشتیم و تمام آینده ما حول و حوش محور امیر میچرخید. واقعا تمام خانواده ها زندگیشون توی 8 ژانویه برای همیشه تموم شد. من اینو به جرئت میتونم بگم که زندگی همه ما تبدیل شده بخشی به قبل از 8 ژانویه و بعد از اون، یعنی زندگی هممون ما تماما گذاشتیم، یعنی تماما من خودم تمام شادیام و تمام خوشیام و اون روزی که بچم رو برای همیشه از دست دادم زندگی منم تموم شد واقعا. و برای همه مادرها و همه خانواده ها این اتفاق افتاد. از کتابی که نباید نوشته میشد، واقعا نباید نوشته میشد. این کتابیه که مادرها هر کدوم، من شاهد بودم که هر کلمه واقعا با یعنی با نه اینکه فقط با گریه، تمام این کتاب با تمام وجودشون کتابو نوشتن. در مورد خاطراتی نوشتن که هیچ وقت فکر نمی‌کردم خاطره بشه، چون میدونن دیگه نمیتونن هیچ وقت هیچ خاطره جدیدی با بچه‌هاشون داشته باشن و شاید این سخت‌ترین بخش زندگیه که ما هیچ وقت دیگه نمیتونیم هیچ عکس جدیدی داشته باشیم، نمیتونیم هیچ خاطره جدیدی داشته باشیم و همش دنبال این هستیم خاطراتی رو که باهاشون داشتیم بتونیم یه جوری ثبت کنیم و برای همیشه نگه داریم. من آخر سخنرانیمو میخوام اینجا تشکر کنم از آقای دکتر میلانی که این ایونت رو امروز برگزار کردن و ما تونستیم شرکت کنیم. از خانم روانیپور تشکر میکنم. واقعا تو روزهای اولی، یعنی ماهای اول که همه ما چنگ میزدیم به جایی که فقط بتونیم از اون چاه سیاهی که توش گیر کنیم، ایشون دست همه ما رو گرفت و بالا کشیدن. از آقای دکتر اسماعیلیون تشکر میکنم که به ما یاد دادن که یه غم بزرگ و چجور تبدیل به یه کار بزرگ کنیم و سعی کردیم که این کار رو انجام بدیم. و در آخر تشکر میکنم از آقای امیر حسین یزدان بود که واقعا تو این راه در نوشتن این کتاب به ما کمک کردن و یاری رسوندن تا این کتاب چاپ شد. من با اجازه همگی خاطره ای رو که از پسرم امیر در این کتاب نوشتم برای همگی میخونم. اسم خاطره من هست کتاب کاغذ مقدس. امروز پنجشنبه است. دقیقاً 2 سال و 40 روز از این جنایت وحشتناک گذشته است. 2 سال و 40 روزی که وقتی به آن فکر میکنم نمیدانم چگونه گذشت. مشغول جمع جور کردن هستم و ذهنم مثل تمام این 2 سال و 40 روز درگیر امیر و صحبت کردن با امیر است. از این اتاق به اتاق دیگری می روم و نمی دانم در حال چه کاری هستم، سرگشته و حیران. حالم اصلا خوش نیست، بغض امروز خفم کرده. شاید باید به پارک کنار خانه بروم. بدون دقت به هوای بیرون پالتو را با بی‌حوصلگی بر تن می کنم. هشدار برف شدید و هوای سرد اعلام شده. کسی در پارک دیده نمی شود. چقدر این تنهایی را می طلبم. وزش باد شدید که دانه های برف را به صورتم میکوبد باعث میشود سرم را پایین بیاندازم و دستم را در جیب پالتویم فرو کنم. دستم کاغذی را لمس میکند. آن را بیرون میآورم و بازش میکنم. اولش نمیفهمم چه نوشته. سربرگ را میخوانم. به شماره پرواز PS752 به اسم امیر مرادی با شماره صندلی A4A. چندین بار نگاهش میکنم. دستانم میلرزد. دیگر امانم میبرد و اشک از چشمانم جاری میشود. کاغذ را با احترام تا میکنم و آن کاغذ مقدس را دوباره در جیب پالتویم جا میدهم. با چشمان گریان اطرافم را میپایم.
کسی نیست. بلندتر حق میزنم و ذهنم مرا میبرد با آخرین روزهای شاد. امیر کنار من دراز کشیده. با آن هودی قرمز رنگش عاشقانه دوستش داشت. چون یادآور سال اولی بود که در کانادا وارد دبیرستان شده و نام مدرسه‌اش بران حک شده بود. و شلوار ورزشی که همیشه به قول خودش راحت بپوش و وارد کلاس درس شد. از مقاله‌ای که در مورد بچه‌های مبتلا به آتیسم پیدا کرده بود حرف می‌زد. من هم به ظاهر به حرف‌هایش گوش می‌کنم، ولی در اصل دارم شماره پرواز و صندلی‌های هواپیما را چک می‌کنم. یک دفعه برمی‌گردد و می‌نشیند و به من نگاه می‌کند و می‌گوید: مامان، اصلاً گوش کردی چه گفتم؟ من که می‌خواستم ادای مادرهای خوب را در بیاورم گفتم بله امیر جان. با خنده و چشمان قشنگش نگاهی به من کرد که مامان چرا دروغ می‌گویی؟ در مقابل نگاهش تم می‌آورم و من هم می‌نشینم. به او میگویم حقیقتش نه، چون دارم صندلی های پرواز به کیف را نگاه میکنم که رزرو کنم. پس بیا اول این کار را تمام کنیم. میگوید نه، نیازی نیست، فقط 4 ساعت هست. گفتم به نظر من نیاز است، چون تو قدت بلند است و اذیت میشوی. شروع کردیم به نگاه کردن داخل هواپیما. با کلی خنده و سر به سر گذاشتن یکدیگر، صندلی مورد نظر را انتخاب میکنیم و خریده میشود. فقط باید رسید آن را پرینت میکردم. امیر به من گفت مامان نیاز نیست، الان آن صندلی برای من ثبت شده. ولی خب از آنجایی که من دوست داشتم که از همه چیز مطمئن باشم، میخواستم که پرینتش کنم. وقتی تمام شد گفت مامان الان گوش میکنی برایت بگویم که چقدر باید در شغلی که کار میکنی با بچه ها مهربان باشی و درست برخورد کنی، چون تمام آینده بچه ها در همون سنی اتفاق میفتد که در کلاس شما هستن. و من دوباره ترجیح دادم دراز بکشم و به مقاله بلند بالای امیر و تذکرهایش گوش کنم. صدای جیغی مرا از رویا میپراند. به دور و برم نگاه میکنم. کودکی به همراه مادر و سگ خود به پارک آمدن. کودک با ذوق به دنبال سگ در برف ها بازی می کند. در آن سرمای شدید من گرمای دنیای کودکانه ای را می بینم که هیچ چیز جز بازی و شادی در آن نیست. دلم نمی خواهد صورت گریان مرا ببیند و سریع از آنجا دور می شوم. باز هم ذهنم برمی گردد به کاغذی که در جیبم سنگینی می کند. رسید شماره صندلی را پرینت کردم و امیر صبح دوشنبه 6 ژانویه به همراه 2 پسرعمه خود راهی فرودگاه کرمان به مقصد تهران می شود. شهر شلوغ و پر از جمعیت است. همه جا سیاه پوش است و تعطیل. فقط دعا می کنم امیر به سلامت برود و برسد. موقع خداحافظی خیلی با عجله رفتند که به شلوغی خیابان ها و تشییع جنازه سلیمانی بر نخورند. چند ساعت بعد از مراسم من و هم سرم که قرار بود سه‌شنبه بعد از ظهر به امیر بپیوندد به قصد پیاده روی به بیرون رفتیم. وقتی پالتو را پوشیدم و دست در جیبم کردم دیدم ای وای، کاغذ پرینت شده را به امیر ندادم. بلافاصله بهش زنگ زدم و امیر هم طبق همیشه که هیچ وقت سلام نمی کرد و بلافاصله می گفت بله مامان جانم، و من هم می گفتم پسر سلامت کو، و او هم می خندید و می گفت سلام بله مامان جانم. و در حال قدم زدن در خیابان‌هایی که نمی‌دانستم چه اتفاقی در آنها افتاده است، گفتم که برگه را جا گذاشته و امیر گفت نیازی ندارد. دلشوره داشتم خیلی زیاد. شروع کردم به دعا خواندن که همه چیز به خیر بگذرد، ولی به خیر نگذشت و من شدم مادر داغدار تنها فرزندم. به طرف خانه برمیگردم ولی دستم مثل یک نگهبان روی کاغذ جا مانده در جیبم است. گوشی تلفن را برمیدارم و به امیر زنگ میزنم. دلم میخواهد جواب بدهد و به او بگویم که مرا ببخش آن صندلی را برایت خریدم. من نمیدانستم آنها اولین موشک را به طرف جایی که تو نشسته ای پرتاب میکنند. زنگ میزنم، بارها به شماره امیر زنگ میزنم و طبق معمول تمام این 2 سال و 40 روز هیچ جوابی نمیگیرم. بدون عوض کردن لباس به زیر لحاف میخزم، لحافی که پر از دایره های آبی است، لحاف امیر است و بالشتی که عاشقش بود. نگاه هم به عکس های رنگارنگش کنار تخت است میافتد و باز هم اشک ها جاری میشود.
تلفنم زنگ میخورد و اسم همکارم آیریس را روی گوشی میبینم. من با آیریس از 4 سال پیش همکاریم. حوصله ندارم و جواب نمیدهم. پیام میدهد کجایی؟ منتظر تلفنت هستم. چرا امروز همه چیز دست به دست هم داده تا مرا فقط به یاد آن روزهای لعنتی بیاندازد؟ باز هم ذهنم به گذشته پر میکشد. همه چیز برای برگشتن امیر آماده است. حتی تاکسی فرودگاه در تورنتو رزرو شده است. یک دفعه یادم میافتد که وقتی به خانه میرسد حدود 7 شب است و حتما گرسنه و خسته خواهد بود. بلا فاصله گوشی تلفن را بر میدارم. آیریس به من اطمینان میدهد که روز 4 شنبه وقت برگشتن از محل کار همه چیز را میخرد. آیریس میخندد و میگوید میدانم از کجا و چه بخرم. نگران نباش مامان امیر. باز هم قشقش میخندد و من باز به او میگوید میشود آب میوه و آب و میوه هم بخری. میگوید چقدر این پسر را لوس میکنی. به اون میگویم دیگر خودت میدانی که من هستم و همین یک پسر. و باز هم هر دو میخندیم. 4 شنبه 8 ژانویه است. اصلا نمیفهمم چه شده است. هر کسی چیزی میگوید و من تلفن به دست منتظر نشستم. اصلا نمیتوانم بفهمم چه شده است. تلفنم چندین بار زنگ میخورد و اسم آیریس را میبینم. گوشی را بر میدارم. با صدای مضطرب میگوید هرچه به تلفن امیر زنگ میزنم جواب نمیدهد. الان باید رسیده باشد. حتما خسته است و خوابیده. هرچه میگوید من جواب نمیدهم. چندین بار پشت سر هم الو الو میکنه و من تمام توانم جمع میکنم و میگویم امیر دیگر نمیرسد. امیر دیگر به خانه بر نمیگردد. امیر توی آن هواپیما بود. دیگر یادم نیست چه شد. اصلا نمیدارم چطور تلفن قطع شد یا حرف زدن را ادامه دادیم. بعدها آیریس به من گفت شب را با گریه در اتاق امیر صبح کرده است. لحاف امیر را محکم بغل میکنم و هی این جمله در ذهنم تکرار میشود. امیر دیگر بر نمیگردد. امیر دانشگاه نمیرود و من نمیبینمش. و آیریس دیگر نمیگوید چقدر این پسر را لوس میکنید. از جایم بلند می شوم. امروز ذهنم تمام مدت به روزهای سفر می کند که دلم نمی خواهد یادآوریشان کنم. سعی می کنم خودم را مشغول کنم و بهترینش دیدن فیلم است. در نتفلیکس مشغول گشتن می شوم. اسم فیلمی توجهم را جلب می کند به اسم داونفال، The Case Against Boeing. در موردش می خوانم. داستان پرواز هواپیمایی است که از مالزی برخواسته و بعد از 13 دقیقه سکوت می کند. تا به دیدنش را ندارم. نمی توانم تحملش کنم. ولی با داستان لرزان که دکمه پلی را میزنم و شروع میشود. زن خلبان از مهارت شوهرش در کنترل هواپیما میگوید. پدری از دردی که از کشته شدن دخترش کشیده با بغض حرف میزند. دیگر تاب نمیآورم و خاموشش میکنم. به لیست فیلم های ندیده اضافه می شود که امیر برایم ذخیره کرده و من حتی دلم نمی خواهد آنها را ببینم که مبادا از لیستم حذف شود. ذهنم بر می گردد به 12 روز بعد از جنایت و 2 هفته سخت و دشواری که مجبور به جنگیدن شدیم تا مجوز خروج امیرم به همراه تعدادی از امراهان بیگناهش صادر شود. سوار هواپیما هستیم از فرانکفورت به مقصد تورنتو. همین که سوار شدیم از آن جایی که اصلا حالم در پرواز قبلی خوب نبود تمام مدت اشک ریخته بودم، قرص آرامش بخشی را به زور فرو دادم و چشمانم را بستم و باز هم اجازه دادم اشک ها جاری شوند. ناگهان صدای آرامی را در کنار گوشم حس کردم. خانمی از مهماندارهای هواپیما به کنار ما آمده بود. آهسته در گوش من گفت ما امروز تمام مدت در کنار شما هستیم و از دور مراقب حال شما و هر چیزی که نیاز داشتید ما را صدا بزنید. چشمانم را باز کردم. صورت زیبایی را در کنارم دیدم. وقتی نگاهش به من افتاد با گریه گفت من سرمهماندار هستم و از طرف همگی به شما تسلیت میگویم. ما را هم در این غم شریک بدانید. دستم را محکم فشار داد و رفت. نمیدانستم چه بگویم. زبانم بند آمده بود و چیزی برای گفتن نداشتم. وقتی که رفت باز هم چشمانم را بستم و در نگاه مهربان آن زن چیزی را دیدم که برایم خیلی آشنا بود. نگاه درخشان و پر از امید به زندگی امیرم را.
پرینت کاغذ صندلی امیر را از جیبم در می آورم و آن کاغذ را به دیواری که اسمش را دیواری از جنس مهربانی گذاشتم و پر از عکس های امیر است اضافه می کنم و همونجا قسم می خورم که تا آخرین لحظه دادخواهی از پای نیستم. خیلی ممنون از همه گوش. And thank you so much for the all the stories. I'm wondering if you read some bizarre Farsi arabisan. آیا کتابایی که در مورد زندگی بعد از مرگ یا چیزای اسپریچوال آیا اینا شما رو کمک میکنه میخونین یا اینکه فایده ای نداره؟ بله با اجازه من جواب میدم. حقیقتا من نخوندم. اصلا من هنوز نتونستم قبول کنم که پسرم اینجوری از دست دادم و شاید به جرئت بگم هنوز تو اون قسمت یعنی اولین مرحله سود که خشمه ما هنوز موندیم و چون پرونده واقعا ما دنبال میکنیم پرونده رو و هنوز پرونده ما بازه، ما به سرانجامی نرسیدیم، ما هنوز نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده و اصلا نمیتونم دنبال این داستانا برم. شاید یه روزی این کار کنم، شاید بخونم، شاید، ولی الان نه، تو مرحله این نیستم که نخوندم و دارم خیلی کتابا رو دارم توی خونه است ولی نتونستم هنوز این کار کنم. حالا من همون اوائل یکی از اول سالا که کردم از بچه این بود که شما هیچ نشونه این چیزی دیدیم؟ خب مثلا فکر کنین یه گاهی هست میگن مثلا تقدیرش بوده یا مثلا سرنوشتش بوده، بعد دیدم همه اینا کشکه. نه تقدیری هست نه واقعا نشونه ای، یک سیستم جبار که جون آدم ها براش ارزشی نداره هر کاری از دستش بر اومده کرده و جوابگو هم نبوده. ما تا کی میخوایم فکر کنیم که مثلا یه تقدیریه که ما رو مثلا ببره بهش یا جهنم؟ اینجوری نیست، ما تحت یه سیستم جبار هستیم که برای کنترل کردن و در قدرت ماندن هر کاری میکنه. از جمله دانویس میاره، نمیدونم سرکتاب برای مردم باز میکنن که من از اون جهان میگن، از این جهان میگن. من کلن به هیچ کدوم از اینا اعتقاد ندارم. خدا چیزی رو من میگم مقصود همین نیست. مثلا برای شما، من برای مادر امیر شما اینجوری اینکه شما بدونی دنیای دیگه هست، نه رام لاوس لا بوینا، اینکه به شما آرامش باید بده اینو، نه اینکه جنگی رو که با رژیم جبار ادامه باید پیدا کنم، ولی برای خودتون، برای خودتون. اجازه میدی من جواب بدم؟ ببین شوخی رو بذاریم کنار، ما یه تاریخی داریم و تا اینجا اومدیم و هزار تا بدبختی کشیدیم، حالا باز تو فکر این باشیم که یه چیزی روحی هست که همه چیزها رو اداره میکنه ما رو یکم بدبخت کرده. چرا این روح تو جاهای دیگه عمل نمیکنه؟ فقط تو خاورمیانه است مثلا، تو کشور ماست که هر کاری از دستش برمده کرده، تمام هستی مردم رو به تاراج برده. نتیجه این روند باید بی‌اعتنایی به تمام اینا و بی‌اعتقادی به تمام این چیزا باشه، نه اینکه باز من فکر کنم بگه مثلا بشینم خلوت کنم با خودم اینجوری فلان اینا به چه چیزی میرسم؟ به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم وقتی مادر من با دستش آتیش رو برمیداره و نمیفهمه چه خدایی، چه چیزی، چه مذهب سورامیزی، چه نشانه ای؟ من بعد 40 سال نتونستم خودم کنترل کنم، بعد 40 سال با خودم کار کردم، هنوز داشتم میرزیدم میخواستم بیافتم، رنبیدن بابامو رو پام دیدم و فکر کنم اسپیرشوال هست. اسپیرشوال چیه؟ یا مثلا یه پیغمبری؟ تا کی میخواد این اساس زمین تحت نظارت کسی باشه که 6000 سال پیش زنده بوده، یکیش 2000 سال پیش، یکیم 1500 سال پیش؟
دارن همه ما رو اداره میکنن و به خاک خون میکشونن. یا کاری هم باید بکنه دیگه. نه خیر من ندارم. فکر نمیکنم تو هم داشته باشی. داری بگو. من بگم نه من از داشت خودم شناختم نه اعتقادی به خدا دارم نه به دنیای پس از مرگ. یک جنایتی رخ داده و کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن باید پاسخ بدن. من اینطور فکر کنم. امیدی داریم که جوابی بگیریم؟ سوال من اینجور که خانم من دکتر هستی. من خیلی خجالت میکشم. من اینجا های سکول رفتم، با کار شما اصلا آشنا نیستم، نخوندم. ولی خانم اونایی که تو اونجا های سکول رفتن کار من نمیشستم. خب قربونش اگه خودت سرزنش نکن. واقعا از پریزنتیشنتون لذت بردم، با اون هیجان و اکسایتمنت و صدای والاتون واقعا لذت بردم. البته اینجور که شما دولت رو توضیح کردی، چجوری میخوایی شما عدالت بدیدین از این دولت؟ مگه اینکه برانداز بشه این دولت و ما بتونیم پرونده ها رو باز کنیم، مگه پرونده ای باشه، اگه دیست نسوزونده باشن داغو کنم از در اینو روانم. البته بعد از دو سال معمولا تو سایکولوژی اگه هنوز داریم گریه میکنی، یه خورده وارد دوره این شده که به پروفیشنال هلپ احتیاج دارید. من این کار رو کردید یا از سایکایتریست و کامبینیشن سایکو انالیسز و مدیتیشن معمولا خیلی کمک میکنه که بتونین بدونین اون جلو یه قدمی جلو بذارید. به هر حال شده همونجور که میخواه خاطره هاتو میدین عزیز نگه داریم. به هر حال شما زندگی برای زنده است، نه؟ یه جوری باید باهاش بسازیم و جلو بریم. من میتونم جواب بدم؟ خواهش. آرزو میکنم برای هیچ کس همچین اتفاقی نیفته، ولی قضاوت شما از جانبی است. من گذشته شما رو نمیدونم، ولی گمان میکنم که خوشبخت رو خودتون همچین چیزی رو در زندگی تجربه نکردید. شما نمیتونید مادری رو قضاوت بکنید که هیچ چیزی از لحظه از دست دادن مادر فرزند و فرزندش نمیدونه. شما نمیتونید مادری رو قضاوت بکنید که فرزندش خداحافظی نکرده. ما اون تابوت ها رو باز نکردیم. بخشی از کنار اومدن با سوگ و با از دست دادن دیدن عزیزان و خداحافظی کردن از اونها هست. من آخرین باری که پریسا رو اینا رو دیدم در فرودگاه تورنتو بوده، فرستادمشون رفتم و چیزی که برای من فرستادن دوتا جعبه چوبی بوده. شما چطور میتونید بعد از 4 سال این وضعیت رو فراموش کنید؟ در مورد روانشناسی صحبت میکنید، قطعا همکاران روانپزشک من میدونن که چه میکنن. آدم هایی هستن که در مورد PTSD تحقیق میکنن، کار میکنن. ولی مهمترین چیز در جنایتی که رخ داده کلوژر هست یا پایان بندی. من خیلی جاهایی رو گفتم، ما در زبان فارسی کلمه برای کلوژر نداریم. چرا نداریم؟ یعنی هیچ جنایتی تقریبا جزئیاتش مشخص نشده و به عدالت نرسیده. سال هاست، دهه هاست، قرن هاست و گفتیم ممکنه به عدالت برسیم یا نه. تا وقتی تمام جزئیات این جنایت مشخص نشه، تا وقتی ندونیم چرا پرواز و تحقیق مواجه شده، تا وقتی ندونیم آیا کسانی از پرواز پیاده شدن یا نه، تا وقتی ندونیم 2 موشک زدن یا 3 موشک زدن، تا وقتی ندونیم آیا خرابکاری در داخل این هواپیما کردن یا نه، تا وقتی ندونیم در اون 3-2 ثانیه چه گذشته، تا وقتی ندونیم چرا اون موبایل ها رو تخریب کردن، تا وقتی ندونیم چرا لپتاپ امیر رو پس ندادن، تا وقتی ندونیم که در واقع وسایلی که دزدیدن برای چه وسایلی دزدیدن، تا وقتی که ندونیم چه کسانی دستور دادن، شخص خود خامنه ای، تک تک فرماندهان سپاه در یک دادگاه حاضر نشن، چشم در چشمان این مادر و دیگران ندوزن و احساس شرم نکنن، هیچ وقت اون پایان‌بندی رخ نمیده و هیچ وقت اون گریه تموم نمیشه. ببخشید منم جواب سوال شما رو بدم. از گریه شما بود فراموش. من هیچ وقت چطور میشه آدم یه چیز رو فراموش کنه؟ لغت اشتباهیه بگیم فراموش. منظور من فراموشی نبود.
از اون یه جور یاد بگیریم که باهاش بسازیم که بتونیم زندگی بکنیم که درش جوی باشه همین شاید در آینده با یه بچه دیگه انشاءالله نظر من سنتون قد کم یاد من تو جو بچه 21 ساله داشتی فقط نه حالا اینقدرم سنم کم نیست ولی همون جوری که آقای دکتر فرمودن من امیر که چهارشنبه می اومد کانادا من جمعه برمیگشتم یعنی ما با اختلاف یک روز از هم دیگه پسر من اومد اونم به خاطر اینکه دانشگاهش جوری بود که باید جمعه توی کلاس ها شرکت میکرد همون جوری که آقای دکتر فهمیدم من از امیر اصلا خدافظی نکردم ما بهش گفتم امیر برو ما سه روز دیگه تورنتو ویکند تو برمیگردیم ما همدیگه رو میبینیم و این شده برای من یه حسرت شده برای من یه آرزو و من این سفری که الان اینجا اومدم بعد از 4 سال من سوار هواپیما شدم من از ایران که اومدم تورنتو اصلا یادم نیست واقعا توی هواپیما چون یه مرده کامل که اول از اومدن پسرم مطمئن شدم که میاد و ما سوار هواپیما شدیم اومدیم وقتی اینجا من رسیدم همونجایی که آقای دکتر گفتن یه جعبه قرمز رنگ به من تحویل دادن و گفتن که خدافظی کن گفتم من میخوام پسرم رو ببینم گفتن که ما اجازه نداریم در جعبه رو باز کنیم و من هنوز همون خندهی که زد رو شونه من گفت مامان من دارم میرم خدافظ سه روز دیگه میبینمت من هنوز منتظر اونم من منتظرم وقتی به کیف رسید به من زنگ بزنه من تلفنی رو الان 4 ساله توی کانادا ازش دارم و نمیتونم این تلفن رو پس بدم و بیقرارانه به زنگ میزنم واقعا این سفر از 3-4 روز قبلش منو به هم ریخت و من به خاطر مادرای دیگه سوار این هواپیما شدم اومدم و وگرنه این کارو نمیکردم و تا پرونده ما واقعا به سرانجام تا من جواب چراهامو نگیرم که چرا یه بچه 21 ساله رو من اینجوری از دست دادم یا چرا بقیه مادرها چرا یه مادر 4 تا رو یک دفعه از دست داد هیچ زمانی ما آروم نمیگیریم و پزشک خود من به من گفت من هیچ زمانی رو برای شما تعیین نمی کنم برای آروم شدن چون هیچ کاری از دست من برای شما واقعا بر نمیاد و مادر من تا آخرین لحظه که بمیره شما بلند میشه دیگه اینجوری بود میگو شما صدای در نشنیدین انگاری عباسی اومده بود پشت در یعنی اینجوریه میگوی چند سال مادر آدم همه صدای در میشه شما بگو که برادر رو داره سلام برد میخوام یه جورو ترشو که دوست داری حساب کنیم خیلی تشکر میکنم از حضورتون اینجا جناب دکتر خانم برای مهمون عزیز نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم ولی سوال من مخصوصا برای خانم روانیپور هست میخواستم خیلی زحمت کشیدین واقعا همجور که شما فرمودن من لذت بردم از سخنرانیتون واقعا دلنشین بود فقط خیلی خیلی دیدم که از زیبایی های این پروسه نوشتن این کتاب صحبت کردیم می‌خواستم اگه میشه یه مقدارم از چالش‌هایی که روبرو شدین تو گرم گردآوری این داستان‌های مقدار برام صحبت کنید. اینا بچه‌ها که واقعا اومده بودن که کار کنن. یعنی رهجویی بودن که آمده بودن پیش یه رهیاب که واقعا رهیابی بدونن. تصمیم داشتن کار کنن. یعنی این معنی کوچینگینه. تو باید تصمیم بگیری بری پیش کوچت کوچ بدون کسی که رجوع اصلا کاری نمیتونه بکنه بدون اراده رجوع اینا میخوندن ولی خودم بعدش که کلاس ها تموم میشد مثلا یهو میدیدم یه بره صورتم بیهست شده و خب اصلا بعد تبش قلب گرفتم بعد الان من چیز دارم از این تینر بلاتینر اینا یواش یواش تبدیل شد به این بلاتینر رو نمیدونم تبشکم دکتر بگو دیگه آقا یه نشستی برای چی؟ آره همین افیبه چیه؟ خب اینجوری گرفتم خب؟ یعنی ولی من خودم در زندگی آره شما میگی یه بخشی از حرف آره درسته من یاد گرفتم تو دل طوفان برخصم علتش واضح است از یه فرنگ میام که ریچوال داره که آیین داره آیینش در مبارزه با دیزاسترها و بلایای طبیعی و همه چی رقص بود
این به من کمک کرده، فرهنگم به من کمک کرده، نه اسمیر شوهر و فلان از یرفا. اونا جز نکبت چیزی نمیاره، ولی اون فرهنگ بومی به من کمک کرده که من وقتی با یه چیزی روبرو میشم، 10 سال اول زندگیم با طوفان روبرو بودم، هر شب میرم بیدرخونم. در نتیجه بعدش یه کمک کرد یکم استخونام مثلا محکم بشه، ولی خیلی وقتا میرم میدم. خیلی بعد نگران خودکشی بچه ها بودم به جونتون، یعنی همش فکر میرم خدا من هفته دیگه کدومشون زنده هستم، هفته دیگه کدومشون زنده هستم. همین دیروز به منظر گفتم منظر بیا اتاق تمرکز، گفت نمیتونم تمرکز کنم، گفتم باید بیای اتاق تمرکز که تمرکز کنی. بعد خود خیلی هم بعضی وقتا هم واقعا سختگیری میکردم بهشون و اینا احترام میذاشتن، میدونستن که من واقعا میخوام کمک کنم، یعنی اومدن که کمک کنم و اونا کمک میخواستن. ببینید یه بخشی از اینو ببخشید نگفتم که فرق روزخانی و فرق کوچینگ آمریکایی و کوچینگ ایرانی دارم کتاب هم میزم، امیدوارم حالا شما اونو دیگه بخری، حالا منو میشناسی دیگه از این به بعد. البته من دارم اضافه کنم، متاسفانه من فکر کنم نزدیک 15 نفر از پدر مادرم رو از دست دادیم ما در 4 سال گذشته و حتی فرزند 28 ساله یکی از مسافران هم سکته قلبی کرد سال گذشته، همین روزا پزشکم بود دکتر سبا عطار. منظورم تأثیر این جنایت من تشبیه کردم مثل انفجار اتمی چرنوبیل بوده روی بازماندگان و بر بخش بزرگی از جامعه حتی. برای همین میگم قضاوت کردن آسون نیست، برای اینکه وقتی کسی در مرکز این انفجار و تشعشع قرار داره تأثیرش هم میده. خیلی از مادرها خوشبختانه اومدن، ولی از زمان همه مادرها نبودن، الان به برخی از مادرها یا پدرها هستن که حالا در ایران با سنین بالاتر در تنهایی میدونید و تنهایی ترس میاره و تنهایی ناتوانی هم میاره. اینا بوده و هر حال تو انجمن حالا یه اتفاق خوبی که افتاده این که خانواده هم دیگر پیدا کردن و این باعث میشه که این رنج رو هم با هم تحمل بکنن، یک جور قسمت شده بینن. سلام، من اول میخواستم یه چیزی بگم، یکم مربوط به سوال است. من بعد از جریان هواپیما خب خیلی از خانواده ها رو توی سوشال مدیا دنبال کردم و یه چیزی که میخواستم بگم بود که در راستای همین که ماها که بیرون وایستادیم اصلا نمیتونیم بفهمیم، پارسال که ماجرای مهسا امینی پیش اومد یه عکسی در اومد که مهسا رو توی خواب که گذاشته بودن ما هم چوشا نفته بود روی جسد و مادر کیانا استوری اینو عکس گذاشته بود و گفته بود من حسودی میکنم که تونستی از بچت خدا بزی کن. میخواستم بگم که واقعا و توی این 2-3 سال به طور خاص من خیلی بیشتر شروع کردم خانواده کسانی که عزیز رو جمهوری اسلامی ازشون گرفته بیشتر بخونمشون، چون الان سوشال مدیا هم که اومده خب آدم میتونه بخش‌های مختلفی از زندگی آدم ها رو نگاه کنه و خیلی به نظرم طبیعیه کسایی که داغ دارن یک خشمی یا کلا کسایی که هزینه بیشتر دارن این خشم بیشتری داشته باشن، قضاوت تندتری داشته باشن، که در اینجا تو پرانتز بگم که خیلی تحسین برانگیزه وقتی کسانی که ضربه خوردن میتونن متین و استوار ادامه بدن. مثلا همیشه برای من عجیب بود چطور فرخنده حاجی‌زاده توی ایران بعد از اون اتفاق تونسته کار کنم. خواستم تشکر کنم واقعا کم از کسانی که از جمله شما این تونستن من یه جوری قدم بردارن که این احساسات رو کنار بذارم. میخواستم بگم که به عنوان شما که این داغ ها رو دیدیم، ما
امسال ما توی بیرونی خوب، مثلا من خودم بعد جریان هواپیما خیلی اصطلاحاً سروایوال گیر داشتم، احساس میکردم که من میتونستم تون هواپیما بشم و چی کار باید بکنم. مثلا احساس میکردم اصلا نباید آدم ایران بره، به خاطر اینکه احساس میکردم مثل یک جمهوری اسلامی، مثل یک پدری که یک با یکی از بچه‌هاش بعد برخورد کرده، اگه بچه‌های دیگه سمت اون پدر برن یه جورایی انگار دارن خیانت میکنن به بقیه. و من یادمه که چون من شما قبل از جریان هواپیما میشناختم، اولین خبری که شنیدم که همسر و بچه شما توی هواپیما هستن، سریع رفتم صفحه فیسبوکتون رو نگاه کردم، هنوز اون استاتوس قبلیتون هست که بعدا فکر کنم فالو کردین، داشتین راه میرفتین در مورد آبان داشتین شما رو جز دشمن مردم چه میشه خون، که من خیلی اون همیشه یادم بود و خیلی هم ازش استفاده میکنم. خودم فکرام سوال من اینه، خواستم ببینم که ما چیکار میتونیم بکنیم غیر از اون کاری که همه فکر میکنیم باید بکنیم، بالاخره یه وظیفه داریم یا یه خشم داریم به عنوان اینجا. خیلی ممنون. من فکر کنم مهمترین وظیفه ای که حالا من هم در ادارت حرف زدم و در حیرت حرف زدم، حالا شما من مهمترین وظیفه ای که برای شما هست اینه که پدر مادرهای دیگری، خانواده دیگری این درد رو نکشن. این به نظر من مهمترین وظیفه ما هست. حالا کمک به خانواده ها، خانواده ها رو توضیح دادم در این پروسه، ولی همش برای اینه که ما چرا از براندازی جمهوری اسلامی حرف میزنیم؟ ما چرا از عدالت انتقالی حرف میزنیم؟ ما چرا از برداشتن حکم اعدام حرف میزنیم؟ ما چرا از برداشتن شکنجه و در واقع تنبیهات جسمانی حرف میزنیم؟ برای اینکه این اتفاق دوباره نیفته. وقتی شما بعد از 1944 بعد از جنگ جهانی دوم گفتن دوباره نمیرگن، برای ما هم همینه، ما نمیخوایم دوباره این اتفاق رو ببینیم، ما دوباره نمیخوایم سیکل خشونت رو ببینیم. پرنده زدن در واقع شدید که پرواز PS752 من همیشه گفتم اولین جنایت جمهوری اسلامی نبود، آخرینش هم نبود، و پروسه دادخواهی که طی شده مثل در واقع یک دو امدادی بوده که از خانواده های دهه 60 شروع شده، دست به دست گشته اومده جلو، و خودت فکر میکنه که تا کی میخوادیم ماجرا ادامه پیدا بکنه، تا کی میخوان کسانی عزیزانشون رو از دست بدن، و چرا این روند خشونت هنوز نشده در ایران متوقف بشه. تلاشی که ما کردیم در یک سال گذشته، در 4 سال گذشته برای یافتن حقیقت، برای اجرای عدالت همین بوده. ما رنج خودمون رو به نظر من و خیلی بسیاری از خانواده هایی در 44 سال گذشته تبدیل به انتقامگیری از مردم نکردیم، تبدیل به انتقامگیری از هیچ کس نکردیم به نظر من. این به نظر من بزرگی جنبش دادخواهی در ایران رو نشون میده. شما از خانواده هایی که از در واقع روزهای اول در واقع بر سر پشتوان مدرسه رفاه اعدام کردن تا هم خانواده هایی که در واقع اخیراً هم همین چند روز پیش ما داشتیم عزیز رو از دست میدادیم، کسی از انتقام حرف نمیزنه، کسی از در مورد روبرو قرار گرفتن روبروی مردم حرف نمیزنه، همه در مورد یک حکومت دارن حرف میزنن. بعد ما هم فهمیدیم که مسئله چیه، مسئله اصلی حکومت جمهوری اسلامی است، و میدونیم رفتن جمهوری اسلامی در واقع این خشونت رو متوقف خواهد کرد، در صورتی که یک عدالت انتقالی درست هم بعد جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. بحث وقتی بحث انتقام میشه، بحث نمیدونم کشتن آدم ها میشه، نمیدونم تکه پاره کردن آدم ها میشه، نه، اکثریت خانواده دادخواه از این حرف نمیزنن. ما نمیخوایم دوباره 40 سال بعد فرزندان کسانی که بعد جمهوری اسلامی کشته بشن در واقع دوباره جای بنشینن و حرف بزنن بگن با سیخ خشونت رو متوقف کنیم. یک بار برای همیشه باید این کار تمام شه. به نظر من مهمترین کاری که خانواده های دادخواه کردن به طور جمعی، من امیدوارم ما فقط در مورد خانواده پرواز حرف نمیزنم، کمک به پایان دادن به چرخه خشونت و اجرای عدالت طبق قوانین بین المللی رو در واقع اصول حقوق بشر. سلام، خیلی ممنونم. من خواستم تشکر کنم. اگه اشکال نداره من سوالم به انگلیسی بپرسم. It's actually a continuation of what you were just speaking about with regards to what we can do.
So there's been some independent courts that have been organized with the Alban and with the 60s. To what extent has the association been collaborating with Iranians and going beyond just documentation as well? So I'm wondering, especially if we are serious about transitional justice, about seeking justice, to what extent is it important to solidify some of the work that has already been done, whether Muslim and outside of Iran, and what do you suggest for those of us who are specifically interested in transitional justice and human rights? So as you remember, we have had two different tribunals. One was People Tribunal and the other one was Auburn Tribunal. One People Tribunal was 2014 or 15, if I'm not mistaken, that Dr. Professor Payama Khavan was the main organizer, and then Auburn Tribunal like 2 years ago. You know, the only difference is for PS752, there is chance to go to like an actual international court, international court of justice. And you know, from the day one, we have been thinking about like a people tribunal, and but we decided to not do that because you know some of the evidence will come to surface and probably ruin the case. We have to wait for this case to go to International Court of Justice. One of the disappointing points about International Court of Justice is that you won't understand anything about the truth before the day of trial, the day of court. So, I mean, if it takes 5 years, this is what I've heard from the lawyers, unless we, you know, we can force the governments to release some of the information. So we know that there are some confidential information about PS752, or for example, we know that the black box information is somewhere, some like, and hopefully these four affected countries, they have access to that, or if they don't, they can force the Islamic Republic to reveal the content of the black boxes. But unfortunately, I don't think that any of that kind of information will come out before the day of court. And 5 years, and hopefully if everything moves smoothly forward, but actually we are trying to force the governments to release some of the information in the period of after 9 months, after the four affected countries, they submit their memorial at the Hague. We hope that we can have an access to that information, but those kind of tribunals, I think, for example, for Alban, unfortunately, it's very difficult for the victims inside the country to go to an international criminal court or international court of justice. It should be some government that takes that case forward. Unfortunately, there is no way for the majority of the victims of terrorism to get to justice. And I mean, that's why we all fight for a day, you know, از کورت دیگه تهران از حضورتون یه سوال دارم. یه توییتی داشتین جانبیه 31 جانبیه خیلی زنان مشغول کرده، گفتین که تو اون روز خامنه ای رفته سر مزار قربانیان و توییتتون خیلی واضح میگه که کلمه ای نداریم که این حجم از وقاحت یا رزالت رو توضیح کنه. زبان فارسی زبان قویه، ولی الان شاید بیشتر از یک نزدیک یک سال من به این کلمه این فکر میکنم. آیا شما یا دوستان یا اساتید واقعا ما کلمه ای داریم که این حجم از جنایت و قاحت رزالت رو توصیف کنه؟ و اگر نداریم چرا؟ چون تاریخ ما پر از جنایت، چرا ما یک کلمه ای برای این نداریم؟ شاید یه خورده بحثش سمبولیک و معنایی باشه، ولی اگر دوستان جواب بدن باشه. نمبر فرنگستانه ولی واقعا ببینید، خب خیلی خیلی حالا میگم بحث ممکنه به ترازا بکشه در این مورد، ولی واقعا برای مقامات جمهوری اسلامی کلمه ای نمیشه بگیر. یعنی واقعا ببینید، مثلا میخوام مقایسه بکنم، خانم هیدریپور و آقای مرادی هم شرایط مشابهی رو تجربه کردن. موقعی که در واقع من یادم موقعی که من دو هفته رفتم ایران و برای
در راه بردن همسران و دخترم و پیکرهاشون به تورنتو. خب اینا ما رو وارد همچون که در خاطره خانم هیدریپور هم بود، ما رو در یک پروسه پرپیچ و خم گرفتار کردن که ما نتونیم این کار رو بکنیم. میخواستن ثابت بکنن، به آینده فکر میکردن، میخواستن همه قربانیان در ایران به خاک سپرده بشن برای اینکه بتونن ثابت کنن که مشخص بود، یعنی جواد ظریف و تیمش این هیله رو در واقع ترتیب داده بودن. و رفتارهایی که با ما شد وقتی ما رفتیم در پزشکانی که ریزک جلوی در میپرسن هواپیما بیاور تو ببینید اینجوری، یعنی دو روز، سه روز، چهار روز پیش این هواپیما رو زدن و مطمئن باشیم با خانواده آبان همین بهشون نگفتن، خانواده آبان همین هم نگفتن. مطمئن خیلی از پیک بحث این بود که تو یک دوره بسیار از پیکرها اونجا بودن. ولی میرفتی به وزارت خارجهشون و فرم‌هایی به وجود آوردن که سنگ بندازن. من رو رفتم به وزارت خارجه و بعد گفت برو فردا بیا. و من بهش گفتم ببین همسر و دختر من الان در سردخونه هم. تو اینو میفهمی؟ و اون مردمی که دور بر من بودن همه به همدلی تو وزارت خارجه جمهوری اسلامی اونجا که در مورد پرونده اتمی تصمیم میگیرند و با مردم ببینید چه رفتاری میکنند. و بعد شما این مقایسه میکردی که ما وقتی که وارد خاک کانادا شدیم در تمام پروازهایی که بین راه داشتیم کار ندارم عمل کرد چه بوده، آیا راضی هست من مرد ایرانی جامعه ایرانی راضی هست یا نه، ولی باید این رو بگیم که تا جلوی صندلی های هواپیما معاملاتی از وزارت خارجه و پلیس فدرال کانادا اومده بودن و در واقع تک تک خانواده ها رو بردن. من یادم مأمور وزارت خارجه کانادا رفت چمدونای ما رو گرفت، یعنی خودش رفت چمدونای ما رو گرفت و آورد. و ببینیم رفتاری که اینا با مردم فقط من دارم یه مثال میزنم با تک تک ما کردن در این 44 سال گذشته. من واقعا نمیدونم اون خانم روانپور شاید بتونم کمک بکنه، ولی واقعا کلمه پیدا نکردیم براشون. اگر دادم در مورد یه وقتی با حیوانات مقایسه میکنند حیوانات اصلا هیچ نوعش، یعنی و رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم کرد غیر انسانی، غیر اخلاقی. و اگر حتی اعتقاد به مذهب داشتن که من باورم ندارم که اینا اصلا اعتقادی به روز در واقع جزایی هم در دنیای خودشون داشتن، در هیچ لغتنامه پیدا نمیشه. فاشیست؟ کلمش نیست؟ با فاشیسم مذهبیه، میدونید یه مقدار فاشیسم اسلامی. فاشیسم اسلامی کتاب فوق العاده عالی پروفسور حامد در دوستمت نوشته در مورد اسم آلمان زندگی. خب البته میدونیم فاشیسم هم باز کلمه انگلیسیه، یعنی ما دومان رو مورد کنم فارسی نمیشه. من همیشه فکر میکنم که گفته میشه که کلمه ای که این رو توصیف کنه وجود نداره. من فکر کنم خود همین عبارت از هر کلمه یا جمله بالاتر، یعنی شما هر چی که بگین یعنی اون تصور میشن. ببین زبان یه جایی متوقف میشه. ببین زبان در یک فضای زنده و زیبا و فعال رشد میکنه و شاخ و برگ پیدا میکنه. شما وقتی در یه سیستمی هستی که چه کلماتی میشنوی؟ زندانی شد، شکنجه شد، ریپ شد، فلان اینا، همجور دو خودش میچرخه. زبان موجود زنده است، فلج میشه، نمیتونه چیزی رو تولید کنه، باز تولید کنه. برای همین ما دنبال کلمه میگردیم برای این وقاحت‌های آقایون مذهبی یا مدعیان مذهب. من فکر کنم مذهبی هم ببخشید آمد جان فرمون شکل بگردم. فکر کنم اینا از زمان عباسیان و امویان و اینا بیا جلو ببین چه کردن، واقعا چه کردن. خب ببین اینا یه جنبشی رو که زنی حمایت میکرد با پول یه زنی، با زندگی یه زنی، با خانواده یه زنی، تبدیل کردن به یه چیز ضد زن وحشتناک. حالا من یه چیزی بگم در مورد ببینید خمینی در صحبتاش
ما توی گزارشمون منتشر کردیم. میگه که اگر جایی دیدیم که حمله بکنید کفار کشته میشن و عده‌ای از مسلمان هم کشته بشن اشکال نداره این کار رو بکنید چون ها به بهشت میرن و دقیقا بر اساس اعتقادات مذهبی این کار رو میکنه. ولی من فکر میکنم جمهوری اسلامی یا چه به حرف زدم به نظرم پوست اندازی کرد در این 40 سال گذشته به اسم مذهب کش و ادامه داد. ولی من به نظر من اون آدم هایی که الان دیگه در جمهوری اسلامی دارن حکومت میکنن حتی اون رو هم از دست دارن، فقط بر سر قدرت و ثروت است که داره این ماجرا رو پیدا میکنه. یعنی یک دوره هایی که هنوز هم ادامه داشته دارن اونو قبول دارن اینا، یعنی منظورم اونا نیستن ولی اونا ها اونا همونا هستن. یعنی اونا با الله شروع کردن و با این چیزا شروع کردن. من براشون کنیزم بابا، تجاوز بزن براشون ریتوال آینه. من زده اینم، حالا مذهب یهودی مسلمان هر چیه، من زده این سیستمی هستم که زن رو اصلا تجاوز براش یک آینه باید اجراش کنه. فرق نمی کنه کی باشه، کمونیست باشه، فلان باشه، نمیدونم پلپوت باشه، کی هر چی، تو اردوگاه استالین باشه، هر من زده این سیستم هم. با اسما کاری ندارم، با عمل کرده کار دارم. از چراغ قرمز نباید رد شی، هر کسی، من، شما، این، اون. ببخشید دیگه، همین سوال آخری بوده دیگه. آره بریم شاید آقای پزشکزاد اسمشونو دارم، ایرج پزشکزاد بچه پروا اسم اینا رو داشته، بچه پروا واقعا شاید اون. ولی میگن بعد از هولوکاست میگن که دیگه شعر گفتن هم جنایت شد، یعنی در واقع فکر میکنم آنچه جمهوری اسلامی با ملت ایران کردم در همون وظیفه ما. من یه بار درباره تو گفتم که ببین این خامنه اسماعیلیون اون لحظه‌ای که نور روشن داره می‌نویسه رو به تمام دنیا نمیده، من مطمئنم چون نویسنده است. خب برای همین من میگم تاکید همه ما باید روی ادبیات خلاق و کارهای هنری باشه واقعا، برای که اونجا شادیه، اونجا بیوتیه، اونجا انسانیته، اونجا جباریت نیست. نمیگم هر کی کتاب میخونه خیلی آدم خوبی میشه، ها یارو اصلا نمیدونم موزیک گوش میداده بعد میرفته آدم میکشه تو آشویتس. خامنه ای هم رمان جاست. آره ایشون هم ساز میزنه برای جستم، عکس با خانم چیز کتاب خانم آلنده میگیره و نمیدونه توش چیه میگیره. و من میگم تو اون زمینه هر کس میخواد، همه ما میتونیم کار کنیم، تو اون زمینه باید کار بشه. بابا شما یه کامنتی میخوام بگم، من خواستم بگم که من پدرم، دختر دارم، یه پسر دارم و واقعا این دردی که شما کشیدی غیر قابل تجسمه. برای این بگم که وقتی که ما هم خبر شنیدیم خیلی تزمانیم، واقعا هم درد حتی زمانی که شما تنها بودیش فکر این میخوام که هموطنهای شما هزارها شاید میلیونها همون درد رو احساس میکرد، گوششون سنگ کردن در پوزیشن شما بذارن و ببینن که چقدر واقعا این فاجعه این داری بسیار بزرگی بود. با آن شکل ندارم، خیلی ممنونم از صبر شما. حتی زمانی که تنهایی این شهر دایی اخباری میکنید که فکر میدید تصویر شما رو میدید، شما که مادر هستی، ما بی نهایت از این خاجه ای که دفعه افتاد این بسته شدیم. نقطه دوم من اینه که آمد این کاری که شما میکنید این جزو مبارزه برای مردم ایران، شما ممکنه دادخواهی باشه، جواب سوال پیدا کردن به جوابی به اتفاقی افتاده، ولی این کلوژر برای شما درستی این مبارزی مردم ایران بخاطر این رو پاسکون نیست و بچه را بتونه آدم این شده این روشن نگرد به نفع ماست، چون
کشتارهایی که کردن در گذشته 67 من در این کارها رو کردم یا از اینها میشه یعنی نگه داشتن کمک میکنه به مبارزه من و بخاطر اونم به من تشکر چون وقت باید بگذاری زمان باید بگذاری من خود ما میدونیم که این زندگی کردن خیلی مشکل با تمام گرفتاری که هست و تو اینقدر زمان از خودتون میذاری در آن قابل تشکری برای ما هم هست خیلی ممنون کار شاهکاری که داره میکنه برای هنوز نگفته من بگم دیگه تو چیز جلو من نگو چون زود رو میدم داره خانه فرهنگ های جهان درست میکنه این یعنی میدونی چی؟ یعنی اصلا شاهکار واقعا شاهکاره خونه شو اون زندگی شو همه چیزشو داره در اختیار نویسندگانی میذاره که بیان مثل کار کنن اونجا برای یه مدتی و در این راه داره کار میکنه خیلی ممنونم ازت خیلی من اگه اجازه بدی من فقط راشید یه نکته دیگه راجع به این مسئله که شما حرفت کامل درست هست سیستم الان طوریه که یک سری مافیا برای قدرت و پول هست و کسانی دیگه که اینها را کمک میکنن یکی از دوستان من ایران بوده قدم میزده این را زندگی میکرده رفته ایران قدم میزده بچه کوچیکی اومده درخواست پول کرده برای بستنی و و این برها آدم یه خیلی درستی هست دنبال کرده بودن کجا زندگی میکنن رفته دیده زندگیشون دیده که خیلی هم فقیر بودن و از دوستانش پول جمع کرده که بهشون کمک و یه تازه تقلید جالبی که میکرد گفت نگاه کن اینا حالا من یه آدم درستی بودم ولی کسایی دیگه هستن که با این بچه رو واسه ابیوزش میکنن به خاطر اینکه اون بستری اون چیز بهشون اون رو ابیوز میکنن و اینایی که ابیوز میشن اینا همون گرز خامنه‌ای میشن در آینده خیلی از اینا استفاده میشن این نیروهایی که دارن که سرکوب کنن به خاطر اینکه اون بچه اصلا سنس هیومانیتی به فکر وجود نداره به خاطر اینا درگیر شد Thank you.